بابک سلام. الو سیمت داری؟ بله صدا شد. سیمت داری؟ خب من شما دارم. خب من تازه اومدم لایو گذاشته گفتم بیام صحبت کنم. تعجب کردم بودم همیشه دوستان میان 10 دقیقه 20 دقیقه تو نوبتن. دیدم خب من زیاد وقت نمیگیرم. اگه میشه برو سری سر اصل نکته، اصل مطلب. خب من نمیدونم موضوع بحث چی بوده، من فقط یه صحبت میخواستم بکنم در مورد این که یکی در مورد فرهنگ حزبی و این که سیستم، من نظرم که سیستم اداری هر کشوری باید به گونه ای باشه که همه بتونن توش مشارکت داشته باشن و اینکه حقوق حداقل رعایت بشن. این و نگیم هر چی حد اکثر گفت، قرار نیست حد اکثر درست بگه، یعنی حداقل هم قدرت داشته باشه که بتونه حد اکثر رو کنترل کنه که یه دیکتاتوری مثل هیتلر یا دیکتاتوری که بعدا شکل اسم این آقا رو نیار، اسم کوچیکشو بر، بگو آدولف، اسم فامیلشو بر، یوتیوب حساسیت داره. والا من تعجب میکنم، من داستان گوش دادم به قشنگ راحت اسمشو میبردم، ما داستان فارسی بودا، ولی من تعجب میکنم شما میگین یوتیوبش گیر میده. حالا بالاخره این خب بابک جان، به خاطر اینکه این نیست که مثلا بهمون استرایک بده یه چیز دیگه، فقط تو الگوریتم به ضررمون، یعنی ویدیو پیشنهاد نمیشه به کسی. من تلاش میکنم. بعد حالا بذار من جواب این حرف رو بدم. ببین ما برای همین طرفدار مثلا یک جمهوری هستیم به جای یک دموکراسی محض. خب یعنی فول پیور دموکراسی، من پیور دموکراسی یا فول دموکراسی به جای مثلا رپابلیک. ببینید تو اگه یه کشوری باشه که کاملا دموکرات، تمام تصمیماش کاملا دموکراتیک باشه، به این میگن که the tyranny of the majority، یعنی میشه دیکتاتوری اکثریت. خب یعنی کسای اقلیت‌های جامعه بهشون زورگویی میشه اگه همه چی کاملا دموکراتیک باشه. برای همین یه سری چیزا باید دموکراتیک باشه، یه سری چیزا نباید دموکراتیک باشه. برای همین میگن، به این میگن یه رپابلیک یا یک جمهوری. خب یعنی یک قانون اساسی جامعه داره یا کشور داره که یک سری حقوق انسان‌ها برای رأی نخواهد بود. خب دقیقا. و دموکراسی هم representative democracy هست، not direct democracy. یعنی حالا اون یه چه بحث دیگه هست، ولی مثلا یه سری اصول هست که مثلا حتی اگه اکثر جامعه بگه که ما بردهداری رو میخوایم برگردونیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی که اگه کسی بگه که ما حقوق سیاه پوستان کشورمون رو میخوایم کمتر باشه، نمیتونیم، این قانون اساسیه، یعنی بر اساس رای نخواهد بود. برای این به این میگن یک جمهوری به جای یک دموکراسی محض. درست. ولی باید این فرهنگ که ایجاد بشه باید از پایین، یعنی با هر کاری بکنیم، این بحث فرهنگ حزبی، فرهنگ که بپذیریم دیگران هم حقی دارن، یا از پایین باید شروع بشه، یعنی از کف جامعه باید شروع بشه. وقتی که من تاریخ کشورهایی که تازه ساخته شدن مثل کانادا هم، آمریکا یا کشورهای اروپایی که برای جنگ جهانی دوم تقریبا به قدرت رسیدن دولتشون، اینا وقتی مطالعه میکنه به نتیجه میرسه که این دموکراسی از پایین بوده، از بالا نبوده. یعنی یه نفر نبوده دموکراسی به زور تو کله مردم، از پایین بوده. پایین یعنی مردم تصمیم گرفتن یه سری نماینده‌ها رو خودشون انتخاب کنن، بعد این نماینده‌ها تصمیم گرفتن مستقل بشن، مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل خیلی کشور، مثل استرالیا. دموکراسی از بالا به پایین میشه، دموکراسی از بالا به پایین میشه مثل رضا شاه، مثل آتاتورک، یا مثل این کاری که آمریکا کرد، سعی کرد برای افغانستان انجام بده، که ایران هم دیدیم که جوابش بالاخره شد بعدش جمهوری اسلامی. آتاتورک هم بعدش، الان ما دیدیم که همه چی داره آروم آروم برمیگره به اسلامگرایی. افغانستان هم که دیدیم، یعنی از بالا به پایین به زور بخوای به مردم بگی ما دین
چیز بشین فرهنگتون رو عوض بکنین نمیشه، تازه ممکنه جواب عکس هم بده و واکنش خیلی شدیدی به اون طرف بده، مثل ایران الان. بله، و اینکه یه نکته هم که خیلی جالبه، من توی کتابی که انسان خردمند و تاریخ بشر بحث میکنه و در مورد قدرت های تازه نوظهور بودن مثل هلند مثال میزنه، هلند وقتی که امپراتوری هلند شکل میگیره، دولت هلند نبود، مردمشون بودن، کمپانیا بودن که قدرت داشتن، حتی ارتش هم نداشت، ارتش چی میگن پول میگرفتن، چی میگن ارتش شخص این نکته رو سریع تموم کن که من برم سراغ کسی بعد پول نکته جالب بود قوه قضایی مستقل و قوی داشتن، یعنی اگر یک کمپانی بخواست پول مردم نده، مردم با دولت کاری نداشتن، با قوه قضایی کار داشتن و خیلی تاثیر گذاشت روی کمپانی ها که توی مثلا کمپانی هلندی موفق بشن و این که مهمه قوه قضایی کشور باید اساسش بر اساس سکولار بشه و مستقل، یعنی اگه رئیس قوه قضاییه یکی دیگه انتخاب کنه، یه بالاترین مقام انتخاب بکنه، بر فرض مثال وقتی میاد توی انتخابات آمریکا بررسی میکنیم قوه قضاییه ما رئیسش رو ترامپ انتخاب کرده، هیچ وقت نیومد بگه نه بیاید کلا شکایتی هم بشه، هر برنامه پیش بره قوه قضایی قوانین نمیره، ولی حافظ منافع مردمه، این نیست که بخوایم بشه راحت بخری بشه مسیرش آنجور دولت ها دوست دارن تعیین کنن، این نیست، بایی که رئیس قوه قضایی آمریکا رو یا مثلا برفرض مثال قوه قضایی که تو کانادا هست رئیسش رو رؤسای اصلیش رو خب نخست وزیر انتخاب میکنه، پیشنهاد میده، مجلس تصویب میکنه، با این حال تو میتونی از راحت خیلی راحت از خودم نخست وزیر شکایت کنی، یا از خودم راحتی که اگر در جریان بیل کلینتون یک زن از رئیس جمهورشون شکایت کرد، نه به خاطر رابطه جنسی، به خاطر دروغ گفت، و این خیلی مهمه قوه قضاییه این حرفی کشور بله این من یه نکتهش بگم، این برمیگره همون چیزی که اول گفتیم، این آخرین نکته باشه چون میخوام برم درمول برگردم به آشن و آرمان که منتظرن، این حرف رو که تو داری میزنی از پایین به بالا عوض شد تو این کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و حتی حالا پولند هم تو گفتی، این مونتسکیو بود که اینو فکر کنم یکی از کسایی بود که اینو پایه‌گذاری کرد، خب یعنی یه فیلسوف عصر روشنگری اروپای غربی بود، نمیدونم چه سالی بود مونتسکیو، سالش هم بگم فکر کنم 1700 1800، آره 1000 همین آره 1700 اینا بود، و این کسی بود که مونتسکیو کسی بود که برای اولین بار تونست به طور خیلی قانع کننده ای به طوری که خیلی رواج پیدا کرد بیاد بگه که دولت باید همه قدرت دولت همه جا نباید یه جا تمرکز باشه، یعنی باید قدرت دولت رو تو جای مختلف از هم جدا کرد که این باعث بشه که دولت مسئولیت پذیرتر بشه، خب یعنی این که ساختاری رو که ما قدرت دولت رو تقسیم قدرت یه حکومت رو تقسیم کردیم، دولت نباید میگفتم، باید میگفتم حکومت بخشید، به یک قسمت لجستیتیو که میشه فکر کنم قانونگذار، یه قسمت جودیشال که میشه همون قوه قضاییه، و لجستیتیو مثلا میشه مثلا مجلس، و یه قسمت جدای دیگه هم که میشه چی میشه اکسیکیتیو که میشه همون رئیس جمهوری و این چیزا، فارسی اینا چی میشه، این سه قسمت کردن قدرت یک حکومت رو مونتسکیو بود که اومد پیشنهاد کرد، یعنی حتی توی ایران هم که الان میبینین یه ما مثلا مجلسی داریم، رئیس جمهوری داریم و یه قوه قضاییه داریم که اینا مثلا باید جدا باشه، الان خودت هم که گفتی اینا با هم وصل باشه مشکل پیدا میکنه، خب که تو ایران که اصلا کاملا اصلا وصلن،
آره خب تو ایران که از همه جا بیشتر معلومه که به هم وصلن، خب ولی حتی توی آمریکا هم یه ذره هم به هم وصل باشن به نظر من مشکل ایجاد میکنه، که مثلا اینم که تو زدی درسته، ولی اینکه کسی که پیشنهاد کرد اینا رو باید از هم جدا بکنیم که قدرت حکومت تو یک جا تمرکز پیدا نکنه، که مسئولیت پذیری یک حکومت بیشتر بشه. یعنی این اومد گفت ما بیایم حکومت رو تجزیه بکنیم به مثلا سه تا قسمت، که مردم بتونن به جای اینکه زورگویی حکومت به مردم بیشتر بشه، مردم بتونن بیشتر به حکومتشون زورگویی بکنن و حکومت، یعنی گفت اگه ما حکومت رو به جای اینکه همه قدرت رو بذاریم دست یک حکومت داشته باشیم، مثلا یک شاه، اگه اینجوری تیک تیکش بکنیم و هر کدومشون مسئولیت یه چیز جدا باشن، این باعث بشه که مردم بیشتر راحت‌تر بتونن حکومتشون رو مسئولیت پذیر کنن. خب و حتی اگه ما الان داریم میبینیم خیلی جاها اصلا این سیستم موتوسکی رو قبول کردن، ولی به طور نمایشی، مثلا تو ایران ما مجلس و مثلا رئیس جمهوری و قوه قضاییه رو داریم، ولی خب اینا همش خامنه ایه دیگه، اینا همش دفتر رهبریه، یعنی فقط شو. ولی حتی این ساختاری هم که هست تو ایران خیلی نمیدونن این ساختار مونتسکیه. خب یعنی این ساختاری که داریم حتی شکل به طور ظاهری این یک چیزیه که یک چیز کاملا غربیه، یعنی این حکومتی که اومد رو کار گفتش که ضد غربی و ضد غربگرایی بود، تمام شکل سیستمش بر اساس یه چیزی بود که مونتسکیو پیشنهاد کرده بود. بگو. بله و من اسمش گفتم، اسمش ستاش میشه این، مرسی محسن جان، مجریه، قضاییه و مقننه. مرسی محسن جان. بحث اینه که مشکل اساسی که وجود داره این که یه قدرت ما داریم توی ایران یا خیلی جاهای دیگه، حالا کاری نداریم برای جمهور بخواد باشه میخواد نشه، توی ایران رهبره، بعضی جاها مثل کشور سوریه رئیس جمهوره، مثل کره جنوبی کره شمالی رئیس جمهوره، فرق نمیکنه وقتی ما دولمون باشه و به جای به هیچ جا پاسخگو نباشه. و حتی ما نمیدونم واقعا یه قوانین دقیقی وجود داره که پاسخگو میکنه رهبر رو، وجود داره آیا عمل میشه، آیا از خیلی خیلی این مسائل پیچیده است. برای اینکه اینقدر تو ایران مافیا هر جا دست بگذارید، هر جا اشاره کنید مافیا انقدر قویه، مثلا سپاه خود قوه قضاییه نفوذ داره، بیت رهبر نفوذ داره، و اینا من از خودم نمیگم، یعنی شواهد وجود داره. آره ایران که افتضاحه، ما میدونیم که سیستمش افتضاحه، این که دیگه هممون اینو دیگه میدونیم. ما قضاوتایی که داریم میکنیم از سیستم‌های مثلا آمریکای اروپای غربی، یه سری حساسیتایی داریم روی چیزایی که خیلی به طور کامل ایدئال نیست، میدونیم ازم چه. ولی ایرانو که بخوام بیان کنم که اصلا فاجعه است، همه اصلا باید بزنی زیرش، اصلا نمیشه، اصلا نمیشه نقد کرد، برای که اصلا چیز انقدر افتضاحه که نمیدونی اصلا از کجا شروع کنی. چیزی که میشه گفت بابا اصلا رژیمو نمیخواد، تمام چیزی که میشه این وسط، یعنی واقعا اصلا نمیشه درستش کرد. بعد آره درسته. مرسی بابک شد. من بعد برم سراغ نفره دیگه میگم کوتاه می‌کنم که من صحبتایی که بعضیا میشنوم مثلا در مورد افغانستان، در مورد مثلا اقداماتی که احمد مسعود داره انجام میده در مقابل طالبان، ولی به بحثی که خیلی ها پیش میکشن ولی واقعا باید در مورد صحبت بشه، آیا واقعا حمایت کرد واقعا یک شخصی که مثلا آتئیست خدایی نداره، واقعا باید من به نظرم میاد بخوام خیلی حساسیت نشون بدیم در این مورد، که تو من تو صحبت احمد مسعود هم شنیدم والا دست و گریخته که صحبت از اسلام متعادل، اسلام اعتدالی میکنن که اصلا نه شاهد تاریخی وجود داره در مورد این نوع اسلام، نه در عمل امکان داره اسلام معتدل باشه، ولی چیزی که هست در مورد دموکراسی و دموکراسی خواهیشون خیلی صحبت میشه و جامعه افغانستان در مورد جامعه هست بالاخره آدم وجود دارن که مسلمان هست، ولی دموکراسی بگو کتا باشه. من
من میخوام بگم واقعا واقعا بحثی هست که آیا ما یا آتیست آیا باید این آدم هایی که مسلمان هست مقاید هم به اسلام ولی خیلی دموکرات تر از خیلی آدم های دیگه هست حتی از آتیست ها. من نمونهش مثلا این فاطمه سپهری طالبان دموکرات یادم هست شما داریم میگین؟ نه نیستن نه نه من آدم های مسلمان هایی صحبت کنم. خب برفرض مثلا مثل احمد مسعود حرف از اسلام اعتدالی میزنه ولی تفکرات دموکراتیک داره، یا مثل خیلی مبارزانی که تو ایران وجود دارن مثل فاطمه سپهری مثل گوهر عشقی، اینا خب اینا مسلمانن، عملا مسلمانن، حجاب دارن ولی صحبت از حکومت سکولار میزنن. ای که ما صحبت کنیم بگیم نه اسلام آره ما اسلام رو نمیخوایم ولی با مسلمان حق قابلیت همکاری رو داریم. خب من معلومه من میبینم من تو پیجه افراد مختلف میبینم که آدم های مختلف وجود دارن، تفکرات وجود دارن که باید ما تفکر ما اینجا نیست. نه ببین یک مسلمانی که مثلا فرض کنم من به طور مثلا زندگی شخصیم بگم، خب فرض کنیم یه خانومی خب میخواد بیاد مثلا بره با من فعالیت بکنه برای دفاع از حقوق همجنسگرایی‌ها، خب مثلا توی یه شهر توی آمریکا، ما جفتمون توی یه شهر توی آمریکا هستیم، من یه بی خدا هستم، این خانومم یک مسلمونه، حجاب هم سرش نیست ولی کاملا به اسلام میگه اعتقاد داره، خیلی هم افتخار میکنه به مسلمون بودنش و میگه طرف و این خانوم طرفدار حقوق دفاع از حقوق همجنسگرایانه. آیا من تو فعالیت دفاع از حقوق همجنسگرایان باید میتونم با این خانم کار کنم یا نه؟ بله معلومه که میتونم. من درسته که با ایشون اختلاف نظر دارم، ایشون فکر میکنه که اسلام هیچ تناقضی با حقوق همجنسگرایان نداره، من فکر میکنم به شدت داره. خب من فکر میکنم به شدت داره، این اختلاف نظر داریم. خب این اختلاف نظر من با ایشون به این معنی نیست که ایشون نمیتونه مفید باشه توی دفاع از حقوق همجنسگرایان و من به خاطر اختلاف نظرم با ایشون همکاری نکنم. ببین من اگه قرار باشه با مسلمان‌ها همکاری نکنم به خاطر اینکه باشون درباره اسلام اختلاف نظر دارم، پس با هیچ کسی نمیتونم همکاری بکنم. چون من هر بی خدایی هم پیدا بکنی، حالا تو اسلام ممکنه با هم هم نظر باشیم. خب مثلا بی خدایان، هر بی خدایی رو پیدا بکنی من میگم اسلام بده، خیلی البته هر کدومشون نه اکثر خیلی هاشون میگن میگم اسلام ستیزا. خب حالا فقط بی خدا نه، بی خدای اسلام ستیز، هر بی خدای اسلام ستیز رو منم بی خدای اسلام ستیزم. خب من یک بی خدای اسلام ستیز با یک بی خدای اسلام ستیز نظرمون در باره اسلام ممکنه یکی باشه، خب ولی ممکنه ایشون کمونیست باشه من نباشم، من به شدت طرفدار کپیتالیستم، ایشون طرف کمونیسته. خب پس با اینم نمیتونم کار کنم دیگه، اگه قراره با مسلمان ها کار نکنم بخاطر اینکه با اسلامشون اختلاف نظر دارم، پس با این آقا هم نمیتونم کار کنم. حالا اینکه حالا فرض کنیم یه نفر دیگه باشه، بی خدا باشه، اسلام ستیز باشه، ولی مثل من هم طرفدار سیستم سرمایه‌داری باشه، ولی حالا یه چیز دیگه پیدا میکنیم که اختلاف نظر داریم، پس با اینم نباید کار کنم. یعنی من اگه قرار باشه اختلاف نظر رو معیار این بکنم که با کی میتونم کار بکنم با کی نمیتونم کار بکنم، کاملا دیگه تنهای تنها هم دیگه، یعنی فقط با خودم میتونم کار کنم. میدونی نظرم چیه؟ یعنی اختلاف نظر رو من نمیگم بذاریم کنار، یعنی من با مسلمان ها حاضرم همکاری بکنم سر چیزایی که تفاوت نظر داریم، این معنیش نیست که اسلامشون رو میپذیرم، این معنیش این هست که من قابلیت اینو دارم که اختلاف نظر رو بهونه دشمنی نکنم. دقیقاً درست. ما دشمن مسلمان دشمنه؟ ما دشمن مسلمان نه چی؟ مسلمان دشمن مسلمان نیستیم. قد شد صداد به نظر گفت به نظر تا نه توی نیستیمت قد شد به نظر رسید که گفتی هستیم، گفتی نیستیم. نه نه دشمن ما دشمن اسلام هستیم. ببین من به مسلمان ها بعضی حساسیت دارم، من میگم من دشمن اسلام هستم ولی دشمن مسلمان ها نیستم، بعد فکر میکنم من خیلی مثلا بد دارم صحبت میکنم وقتی میگم دشمن اسلام هستم. من جوابی که میدم اینه که ببین فرض کنین یه مسلمان میتونه دشمن بی خدایی باشه ولی دشمن بی خدایان نباشه. خب یه مسلمان میتونه مثلا مسلمان ها رو اینجوری قانع میکنم، مثلا فرض کنین یه مسلمانی فکر میکنه که همه بی خدایان قرار برن جهنم، خب و درست. این مسلمان بی خدایان رو دوست داره
برای همین داره با بی خدایی میجنگه، به خاطر که نگران بی خدایان هست، میخوان اینا جهنم نرن، خب میخواد نجاتشون بده. خب یعنی من با یه مسلمان صحبت کنم، ببین یه مسلمان میتونه دشمن بی خدایی باشه، ولی نه به خاطر اینکه دشمن بی خدایان هست، اتفاقا به خاطر اینکه بی خدایان رو دوست داره ممکنه دشمن بی خدایی باشه. پس اگه یه مسلمان میتونه دشمن بی خدایی باشه و دشمن بی خدایان نباشه، ما هم میتونیم دشمن اسلام باشیم ولی دشمن مسلمان ها نباشیم. دقیقا موافقم. من دیگه وقتم نمیگیرم. خوشحال شدم. مرسی بابک جان. فعلا. خدا حافظ. فعلا.